دوستان و هم میهنان عزیز در هر جای ایران پهناور که هستید به برنامه ما خوش آمدید. گرچه ده برنامه گذشته بیتا همه ضبط شده و در تارنمای دانشگاه و گروه ایران شناسی قابل دسترسی اند، این نخستین باری است که ما برنامه را زنده پخش میکنیم. قران سعد و بخت بلند ماست که این نخستین تجربه با حضور پربار سرکار خانم پریسا، بانوی فرهیخته و بلند آواز موسیقی ایرانی صورت میپذیرد. مقدم ایشان را گرامی میداریم. به همه حضار در جلسه هم خیر مقدم عرض میکنم. به ویژه دو برنده پیشین جایزه بیتا، آقای بهرام بیزایی و سرکار خانم شهرنوش پارسیپور که در جلسه تشریف دارند. سپاس ویژه از خانم بیتا دریاباری که بانی این جزیره این جایزه هستند و حامی ترویج فرهنگ ایران در استنفورد، و از آقای حمید مقدم و خانم کریستینا مقدم که بنیانگذار حامی اصلی ایران شناسی در استنفورد بودند و هستند. اولین برنده این جایزه سیمین بهبهانی، بانوی غزل مدرن فارسی و پیشگام دفاع از آزادی بیان و تساوی حقوق مرد و زن بود. در میان دریافت کنندگان اخیر مهشید امینشاهی بود که نوشته هایش هم نبض انقلاب ایران و هم زندگی دست کم دو نسل از زنان ایران را به زبانی زیبا و خوش آهنگ وصف کرد. شهرنوش پارسیپور بود که رمان ها و قصه ها و مقالاتش به شکلی اغلب شاعرانه از ضرورت حضور و همدلی همه جانبه زنان در همه عرصه های اجتماعی سخن می گفت. برجانه ستراپی بود که سال پیش برنده جایزه شد و رمان‌ها و فیلم‌هایش سرنوشت گاه غمبار و گاه پرخنده دخترانی را شرح می‌کند که هم فراز و فرود انقلاب را چشیدند و هم طعم تلخ غربت را. امسال سرکار خانم پریسا دریافت کننده جایزه بیتا هستند. در چند سال قبل از انقلاب او پرآوازه‌ترین خواننده زن موسیقی سنتی ایران بود. در 40 سال گذشته گاه با سکوت اجباری و زمانی با کنسرت در تبعید، ولی همواره با تحقیق و تعلیم آواز پاسدار سنت درخشان موسیقی ایران بود. در ایرانی که 85 سال پیش قمر در تهران بی حجاب کنسرت آواز داد و 7 سال بعد در شهر مشهد چنین کنسرتی اجرا کرد، امروز زنان از اجرای کنسرت الا برای زنان محرومند. پریسا 40 سال است نه به این حکم ناروای جدید تن در داده و نه کنار نشسته. میگوید موسیقی از دل و روح انسان برمی آید و بر دلش می نشیند. زن و مرد و ایرانی و خارجی بر نمی تابد. حاضر نشد تنها برای زنان کنسرت بدهد. در این حال کلاس درسش دائم دایر بود و گاه در خارج از ایران کنسرت هایی اجرا میکرد. چندی پیش استاد شجریان در همین جلسه در یکی از همین جلسات استنفورد گفتند هرگز به اندازه امروز زنان ایرانی درگیر فراگیری جدی موسیقی سنتی ایران و آواز نبودند و نیستند. این واقعیت امیدبخش را کارنامه درخشان پیشکسوتان و استادانی چون پریسا میسر کرده و میکنند. کارش مستدام و عمرش دراز. خانم ها، آقایان، با درود و احترام به مراسم جایزه هنری امسال ما خوش آمدید. خیر مقدم عرض میکنم حضور تک تک شما دوستان نازنین، به خصوص برنده جایزه امسال هنرمند اصیل خانم پریسای گرامی که از دیار معلوف ایران به شمال کالیفرنیا سفر کردند. شنیدن صدای ایشان افتخاری خواهد بود و تداعی خاطره اجرای تکرارناپذیر خسرو آواز ایران استاد محمد رضا شجریان که برای اولین بار این مراسم را با صدای آسمانی خودشون مزین کردند. از طرف خودم و تمام فارسی زبانان در سراسر جهان برای ایشان آرزوی سلامتی و طول عمر می کنم. امشب افتخار درک حضور دو تن از دیگر برندگان جایزه هنری بیتا را خواهیم داشت.
پروفسور بهرام بیزایی که معرف حضور همه فرهنگ دوستان هستند و بانو شهرنوش پارسیپور از نویسندگان بی‌بدیل ادب فارسی. اجازه بدید از این فرصت استفاده کنم برای عرض خیر مقدم ویژه حضور دو تن از کسانی که اگر نبودند بسیاری از فعالیت‌های دانشگاه استنفورد هرگز مجال حضور پیدا نمی‌کرد. این دو کسانی نیستند جز کریستینا و حمید مقدم گرامی که در تمام صحنه‌های فرهنگی در کنار ایرانیان ساکن شمال امریکا حضور داشتند. و همینطور تشکر می‌کنم از آقای دکتر عباس میلانی که در کسوت پدر معنوی از فعالیت‌های فرهنگی استنفورد در کلیه سطوح حمایت و پشتیبانی می‌کنند. و در انتها با افتخار از خانم پریسا تقدیر می‌کنم. از هنرمندی که هرگز در طول فعالیت‌های هنریشان ذره‌ای از استانداردها و شؤون حرفه‌ای چشم نپوشیدند و حتی در مقاطعی خانه نشینی گزیدند به جای حضور سخیف که تفاوت هنرمند اصیل و غیر اصیل در همین تن دادن‌ها و تن ندادن هاست. متشکرم. Please join me in welcoming Parissa, the grand dame of Persian classical music. سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم به حاضران محترم و علاقمند به فرهنگ، ادب و موسیقی. قبل از هر چیز تشکر میکنم از اعضای محترم انتخاب کننده آقای دکتر عباس میلانی، رئیس بخش مطالعات ایران و ایران شناسی و خانم بیتا دریاباری و حمایت‌های بی‌دریغشون و همه دیگر کسانی که در این زمینه همکاری و همیاری داشتند. از اونجایی که هیچ کس از پیش خود چیزی نشد و انسان همواره باید تابع الگوی صحیح و بالاتر از خودش باشه تا کلیات و دستورات رو به او بیاموزه، وظیفه خود میدونم به عنوان حق شناسی و سپاسگزاری از استادانم نام ببرم که در کار تعلیم و تربیت این جانب چه در جهت فراگیری علم و قواعد و دانستنی های موسیقی و چه در جهت شناخت بود معنوی موسیقی اصیل ایران نقشی اساسی داشتند و صد البته که بدون تعالیم و رهنمودهای آنان راه به جایی نمی بردم. نخست از محمود کریمی نام می برم که در نهایت سخاوت و مهربانی ردیف موسیقی ایران رو به من آموزش داد. سپس از عبدالله دوامی یاد می کنم که منو با سبک و شیوه آواز و تصنیف خوانی قدما که می رفت در بوته فراموشی بیفته آشنا نمود. از دکتر دایوش صفت، مؤسس و مدیر مرکز حفظ و اشاعه موسیقی سپاس گذارم که منو از جسم موسیقی گذر داد و با روح موسیقی آشنا کرد.
و نهایتاً از استاد نورعلی الهی عارف و موسیقیدان معاصر یاد می‌کنم که به من درس خودشناسی و خداشناسی آموخت و روحم رو بیدار کرد. در حقیقت مرده بودم، زنده شدم. از 17 سالگی بعد از پایان دوره متوسطه تعلیم موسیقی رو آغاز کردم و بعد از 2 سال آموزش ردیف‌های موسیقی به طور رسمی کار خودم رو در وزارت فرهنگ و هنر وقت آغاز کردم. به مدت 5 سال بیخبر از بُعد معنوی این موسیقی، صرفاً به زیبایی موسیقی فکر می‌کردم و هیچ هدف متعالی دیگری برای اون تصور نمی کردم. به تدریج که در عمل بیشتر با این موسیقی آشنا شدم و ارتباط عمیق اون رو با شعر کلاسیک ایران دریافتم، متوجه کمبودی عظیم در طرز فکرم نسبت به موسیقی و هدفمندی اون شدم. خوشبختانه بعد از 5 سال کار در وزارت فرهنگ و هنر با دکتر داریوش صفت، مؤسس مرکز حفظ و اشاعه موسیقی، آشنا شدم و از اون طریق یافتم اون چیزی رو که مدت‌ها ذهن منو درگیر سوالات بیشماری کرده بود. آشنایی با بُعد معنوی موسیقی باعث تحولی عظیم در طرز فکرم شد و جهانبینی منو به کلی تغییر داد. موسیقی دیگه برای من وسیله‌ای برای کسب شهرت، ثروت یا ایجاد لذت و سرگرمی نبود. اشعار ناب شعرای عارف ایران رو فقط برای زیبایی و لذت بردن به کار نمی گرفتم، بلکه مفاهیم و معانی عمیق اونها رو شدیداً دوست داشتم و در من انگیزه بسیار قوی ایجاد می کرد تا عملاً اونها رو تجربه کنم. به جرات میتونم بگم از طریق این نوع موسیقی با عرفان ناب ایرانی آشنا شدم و مصمم شدم مصرانه و کاملا جدی اون رو به صورت نظری و عملی بیاموزم. این باور که موسیقی اصیل ایران یک موسیقی معنوی است و به کمک آن میتوان حسهای روحی را بیدار و تقویت کرد برای من عملا تجربه شد و از ذهنیت صرف به عینیت و واقعیت تبدیل گشت و شوق معنویات و انگیزه یک دارشناسی رو در من بیدار کرد. این گونه بود که مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم برام معنای دیگه ای پیدا کرد و فهمیدم که اصل ماجرا چی هست. مقدمه فوق حاصل تجربه شخصیمه، اما در تاریخ هم نشانه هایی از معنوی بودن این موسیقی و تأثیرات عمیق اون بر روح و روان انسان وجود داره. از زمان زرتشت پیغمبر ایرانی موسیقی رنگ اهورایی گرفت و الهی شد و این خاصیت معنویش رو تا به امروز حفظ کرده. سرودهای گاتا همه به شعر بودن و با موسیقی خونده می شدم. داستان‌های بسیار زیادی دیگه هم در مورد تأثیرگذاری این موسیقی بر روح و روان انسان در دست هست. مثلا جامدران آهنگ معروفی است که نکیسای چنگی چنگ نواز دربار خسرو پروی ساخته بود و این آهنگ به قدری مؤثر بوده که هزار با شنیدن آن جامه ها از تن دریدند. در نتیجه اسم آهنگ شد جامدران. بعد از اسلام هم عرفا، حکما و علمای بزرگی ظهور کردند که با شاهکارهای هنری و علمی و عرفانی خودشون رفیع‌ترین بنای اندیشگی و جهانبینی انسان مدار و انسان دوستانه رو پدید آوردند. درباره خواص موسیقی هم از فارابی، فیلسوف، ریاضیدان، حکیم و موسیقیدان بزرگ ایران نقل شده که در مجلسی ساز آوازی اجرا کرد، ابتدا هزار رو به خنده انداخت
بعد به گریه بعد به خوابشون میندازه و بعد مجلس رو ترک میکنه. همچنین معروفه که ابو علی سینا از موسیقی برای موسیقی درمانی استفاده میکرده. یا در زمان خودمون استاد امایی ادیب و شاعر و استاد ادبیات فارسی تعریف میکرده که در اصفهان با نایب اسدالله نوازنده بزرگ نی در دوران قاجار آشنا بوده و خودش شاهد بود که در جلسه نایب اسدالله نی نواخته و مریضی که دچار تب شدید بوده به گریه میفته بعد شفا پیدا میکنه. ابن خلدون یکی از پیشگامان علوم جامعه شناسی که 7 قرن پیش در مشرق زمین ظهور کرد برای اولین بار متوجه شد که از بین رشته های گوناگون هنرهای زیبا موسیقی از همه حساس‌تر و گویاتر و اون رو آخرین پدیده هنری میدونه که در نتیجه عمران و آبادی و رونق در اجتماعی پدید میاد و شکوفا میشه و نیز اولین هنری است که به هنگام ویرانی و سیر قهقرایی اجتماع رو به زوال و نابودی میگذاره. به عبارت دیگه موسیقی آینه است تمام نما که در آن میتوان پیشرفت یا سیر قهقرایی یک اجتماع را به وضوح مشاهده نمود. حال بقیده من که به مدت نیم قرن موسیقی رو با این طرز فکر تدریس و اجرا کردم کاملا روشن شده که حیف بعد معنوی این موسیقی نادیده گرفته بشه و از اون صرفا به عنوان یک حرفه یا یک صنعت استفاده بکنه، چرا که موسیقی سنتی هر کشوری حکم شناسنامه اون ملت رو داره و جزء میراث فرهنگی اون به شمار میاد. بنابراین باید دلسوزانه به آن رسیدگی کرد و مانع انحراف آن شد. در خاتمه بازم تشکر میکنم و تندیس بیتا را تقدیم میکنم به شاگردان عزیزم، به همه زنان هنرمند ایران که با وجود محدودیت ها و محرومیت ها و فشارهای عدیده انگیزه خودشون رو حفظ کردن و با پشتکار و سخت کوشی در این راستا حرکت میکنن. تشبیر یک توضیح بدید به دوستان که آقایانه که با من همکاری میکنن، یکیشون پسرم هست دارا و دیگری روزبهان. این دوتا از دوران دبیرستان با هم دوست بودن و با هم ساز می زدن، دف می زدن. خب بعد هر کدوم یه بری رفتن و امروز یا دیروز هم دیگر رو اینجا ملاقات کردن و چون قرار شد یه کمی براتون بخونیم، این دوتا نشستن تمرین کردند همین امروز و پسرم که حرفه‌ای نیست، رشتش چیز دیگه است و گاهی ساز میزنه ولی خب علاقمنده و اینه که خیلی توقع نداشته باشید ازشون. به هر حال چون بدون ساز خوندن کار سختی بود، اینا لطف کردن و زحمت کشیدن یک چیزایی رو آماده کردن که با من همکاری کنن.
Kocaman.
تلفن‌هاشون می‌خواید من بیام اونجا قیافه دیگه دیدنی نیست فقط صدا بشن اگر چه صدا هم دیگه شنیدنی نیست Thank you.
که راز من بر همگان بیان کنی آمده ای که راز من بر همگان بیان کنی آن شه بی نشان را دل بدهی نشان کنی دل بدهی نشان کنی آمده‌ای که راز من بر همگان بیان کنی وان شه بی نشان را جلوه دهی نشان جام بر کفش دوش خیال مست تو آمد و جام بر کفش گفتم می نمی خورم گفتم می نمی خورم گفت مکن زیان کنی چه به آسمان کنی